آیان همه انان گرامی بینندگان و شنوندگان ارجمند به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. یکی از مسائلی که همه انان گرامی باعث سردرگمی مردم میهن ما شده این نظریات بسیار گوناگون سیاستمداران غربی در مورد رژیم جمهوری اسلامی است. از ابتدای طرح مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی تا به حال، اگر واقعاً یه آدم محقق، یه آدمی که فرصت این کارها رو داره و امکانات این کارها رو داره بیاد و این نظریات سیاستمداران و نظامیان غربی، آمریکایی، اسرائیلی اینها رو بچینه بغل همدیگه، از این یک آش شلم شوربایی در میاد یا شوربایی در میاد که شما متوجه نمیشید بالاخره ایران داره فعالیت‌های اتمی انجام میده برای این مسئله که بمب اتمی بسازه یا نه. آیا ایران توانسته تا به حال قدم‌هایی برای در خدمت نظامیگری این فعالیت‌های اتمی رو قرار بده یا نه؟ آیا ایران تا به حال این کارهایی که کرده نزدیک شده به ساخت بمب اتمی یا نه؟ و آیا اصولاً الان بمب اتمی رو به مرحله رسیده که میتونه مثلا تا 6 ماه دیگه، تا 1 سال دیگه بسازه؟ شما تعجب میکنید از این همه اظهار نظرهایی که از دستگاه‌های امنیتی کشورهای غربی میشنوید یا اسرائیل و یا حرفایی که در جمهوری اسلامی گفته میشه. مردم میهن ما در این وسط واقعا مستاصل شدن که آیا اینا حقیقت داره؟ مردم ما میدونن که حقیقت داره. مردم ما میدونن که جمهوری اسلامی تصورش اینه که اگر وارد فاز نظامیگری بشه این فعالیت‌های اتمی، میتوانه در منطقه به عنوان یک قدرت برتر و قدرتی که هم امکان و هم علم ساخت بمب اتمی رو داره فعالیت کنه و فعالیتش هم به نتیجه برسه. یه زمانی بود که همه میگفتن ایران، میدونید که اصلا چجوری جریان فعالیت‌های اتمی ایران لو رفت. ایران سالها بود به طور مخفیانه بعد از انقلاب، مثلا 10 سال بعد از انقلاب یا 8 سال بعد از انقلاب، شروع کرد به فعالیت جمع آوری کردن اطلاعاتی مربوط به ساخت بمب اتمی و این کارا مخفیانه بود. زمانی این مسئله لو رفت که آقای قذافی تصمیم گرفت که دست از اعمال گذشتش برداره و به خاطر تحریم هایی که صورت گرفته بود بر علیه لیبی و به خاطر فشاری که دولت رونالد ریگن وارد آورد بر قذافی و حتی بمباران کرد قسمت‌هایی از لیبی رو و همه جا صحبت بر سر این بود که و حقیقت هم داشت که قذافی در تمام عملیات تروریستی در جهان هر جا که به غرب لطمه می‌زد سهم داشت و پول می‌پرداخت، چه در مورد ایرلند شمالی، کمک به کاتولیکای ایرلند شمالی که بعداً معلوم شد دست بازی داره در این مسئله، نمیدونم بمب میفرسته، اسلحه میفرسته، و چه در مورد انفجارهایی که در آلمان صورت گرفت، در مورد لاکربی، در مورد خیلی از مسائل. و غرب شروع کرد به ایذا و اذیت کردن قذافی که ایشون خیال میکنه چون نفت داره، چون پول داره، بنابراین میتونه غرب رو به بازی بگیره و هر کاری دلش میخواد بکنه. این بود که در زمان رونالد ریگن کاری کردن که جایی که آقای قذافی خانوادش توی اونجا زندگی میکردن رفتن بمباران کردن
و یکی از بچه هاشو، یکی از زنهاشو و چند نفر از اطرافیانشو کشتن. و کار به اونجا رسیدی که قذافی دید دیگه نمیتونه ادامه بده و حکومتش در خطر افتاده. آمد اون کسی که متهم بود در فعالیت‌های لاکربی او رو تحویل غرب داد. بعد پذیرفت که در جریان لاکربی سهم داشته. خسارت پرداخت. 1 میلیارد خورده‌ای به کسانی که در لاکربی هواپیمای پنام سرنگون شده و کشته شده بودن. و خانه‌هایی که در اونجا در لاکربی هم صدمه دیده بودن. چند نفر هم اونجا کشته شده. تمام اینا رو آقای قذافی پذیرفت و پذیرفت که فعالیت برای ساختن اسلحه شیمیایی رو هم کمپلت در اختیار سازمان ملل متحد بذاره و همه اینا رو از بین ببره و ناظران سازمان ملل متحد و دولت‌های غربی بیان و کنترل بکنن. در ضمن این کارهایی که میکرد، آقای قذافی افشاگری کرد در مورد جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی جز کشورهایی بوده که از طریق پاکستان، یعنی دانشمندان پاکستانی که اینا قبلا در ناسا یا در سازمان‌های دیگر ایالات متحده و غربی فعالیت می‌کردند و آگاهی دارن به علم ساخت بمب اتمی و همینا بودن که رفتن در پاکستان و کمک کردن به ساخت بمب اتمی پاکستان. اینا رو آقای قذافی لو داد و غرب 1 سال بدون اینکه جمهوری اسلامی آگاهی داشته باشه تمام این فعالیت‌ها رو تحت نظر گرفت، چه از طریق ماهواره ها و چه از طریق دستگاه های امنیتیش و چه مخالفینی که، یعنی کسانی که نزدیک بودن به رژیم و بعد فرار کردن آمدن خارج از کشور، از سرداران سپاه گرفته تا ماموران خرید اسلحه برای جمهوری اسلامی. و غرب پی برد که جمهوری اسلامی سال هاست داره این فعالیت ها رو انجام میده و مخفیانه. این بود که شروع کردن راجع به این مسائل تحقیق کردن و وقتی که اسناد به طور کلی به دستشون رسید آمدن این مسئله رو با جمهوری اسلامی رو کردن. و اونجا بود که جمهوری اسلامی ناچار شد یه مقداری این مسائل رو بپذیره و یه مقداری کنترل‌های آژانس بین‌المللی اتمی رو قبول بکنه. و از اون به بعد این سوء ظن غرب نسبت به این مخفی‌کاری جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر و بیشتر شد. شما تو این گزارش‌هایی که می‌بینید دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده CIA خیلی جاها میگن ایران 6 ماه دیگه میرسه به ساخت بمب اتم. اینو کی گفتن؟ حدود 10 سال پیش. بعد تصحیح کردن. گفتن حدود 4 سال 5 سال جمهوری اسلامی دیگه در اطراف مسئله ساخت بمب اتمی نمیچرخه و فعالیت‌ها رو مسکوت گذاشته. بعد دوباره اعلام کردن که نه، جمهوری اسلامی داره این کارا رو میکنه. اسرائیل یه مقداری از این اسناد رو رو کرد که بله، طبق اطلاعاتی که موساد پیدا کرده فعالیت جمهوری اسلامی در راه ساختن بمب اتمی هیچ وقت متوقف نشده. بعد تهدیدها شروع شد، بعد تحریم ها شروع شد و حالا شما میبینید ناگهان یک ژنرال 4 ستاره، یعنی یه ارتش بوده، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، ژنرال کانتس میگه که ایران در پی ساخت بمب هسته‌ای نیست. عالی ترین مقام نظامی اسرائیل با هارتس هم مصاحبه کرده. درست همزمان با این ما نگاه میکنیم میبینیم مذاکرات اتمی میان ایران و غرب داره صورت میگیره. تحریم های خرد کننده جمهوری اسلامی رو وادار کرده عقب نشینی کنه و برای اولین بار در ترکیه و بعد از ترکیه موافقت شده که در بغداد این مذاکرات انجام بشه و وزیر خارجه دروغگو جمهوری اسلامی میگه ما تصمیم داریم در این مذاکرات برد برد شرکت بکنیم. بعد یکی میگه ما داریم تصمیم گرفتیم که در مذاکرات گام به گام. غربی هم اولتیماتوم دادن که گام به گام، بدون گام به گام. شما 16-15 ساله که همینطوری هی میان وقت میگذرونین و پشت این وقت گذرونه ها داریم فعالیت های اتمی میکنیم. یه مقام آمریکایی میگه ما تمام
گزینه ها رو میزه، حتی گزینه نظامی. بعد جنجال میشه، کشورهای غربی یعنی اروپایی، اتحادیه اروپا و بعضی دیگر از کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستن ولی سهم دارن در فعالیت های به اصطلاح سازمان ملل متحد یا کشورهای اروپایی، اینا میگن که آقا جمهوری اسلامی داره فعالیت های اتمی میکنه، ولی هنوز خیلی مونده که برسه به ساخت بمب اتمی. بعد میگن ما تحریم های خرد کننده درست. خب اگر جمهوری اسلامی نمیخواد بمب اتمی بسازه و خیلی هم فاصله داره، پس شما برای چی این تحریم ها رو انجام میدید؟ همه موندن که آیا بالاخره جمهوری اسلامی داره بمب اتم میسازه یا نه. فعالیتاش فعالیت های میلیتاریستیه، یعنی در خدمت سپاه یا نه. مردم ما گیج شدن. از طرفی پیام‌های آقای اوباما، پیام‌های کشورهای غربی، تهدیدهای آقای اوباما، تهدیدهای کشورهای غربی مردم ما رو گیج کرده که آقا این رژیم جمهوری اسلامی بالاخره برای غرب قابل پذیرش یا نیست. آیا این کشورها فقط به فقط مسئله اتمی براشون مهمه؟ که این بعضی وقتا هم که دیدین این زمامداران غربی، اونم در اثر داد و فریاد این مردم ایران و جنبش هایی که در داخل مملکت انجام میشه، سرکوب های وحشتناک، کشتارها، اعدام ها، یه صحبتی هم راجع به حقوق بشر میکنن، ولی کمرنگ اینا، کمرنگ همیهنان گرامی در برابر این کشتارهایی که الان در ایران. حالا ما یک ساله آقای بشار اسد، این مردک جانی که به کمک جمهوری اسلامی و عراق تا به حال متجاوز از 9000 و نمیدونم 700-800 نفر از مردم مظلوم سوریه رو کشته، اینقدر که توجه غرب رو این مسئله است، آیا رو مسائل ایرانم بوده؟ اگر اونا 9000-10000 کشته دادن، میهن ما 4 برابر، 5 برابر، 10 برابر این کشته و شهید داده. من از این کلمه شهید خوشم نمیاد. آیا غرب به موازات این تبلیغات که در مورد مصر، در مورد تونس، در مورد نمیدونم لیبی و در مورد سوریه الان دارن میکنن، آیا در مورد ایران هم کردن؟ فقط موقعی که جنبش مردم ایران شروع شد، اونم دیگه نمیتونستن چشمشون رو هم بذارن، میلیون ها ایرانی ریختن بیرون و اون تظاهرات عظیمه به وجود آوردن که اون شد در حقیقت یک زمینه‌ای برای انقلاب‌های عربی. آیا این توجه رو راجع به مردم ایران هم داشتن؟ اینی که هر چند وقت یک باری شما بیاین مسائل حقوق بشر رو در مورد ایران عنوان بکنید، خب این که دیگه اگه این کارم نکنید چه کار باید بکنید؟ اونم با حضور 3 میلیون 4 میلیون ایرانی که نخبه‌های اون مملکت هستن در خارج با سرمایه عظیم. خب غرب چه کرده تا به حال؟ جز سردرگمی. ما خودمونم موندیم. من به عنوان یه آدمی که بالاخره استخونی ترکوندم تو این کار، نمیدونم واقعا اینا چی میگن، نمیدونم بالاخره جمهوری اسلامی داره این فعالیت‌های اتمی رو همونطور که گفتم در خدمت نظامیگری به کار میبره یا نه. تکلیف ما رو این غربی ها مشخص کنن. مردم ایران آقا یک بار بیاین بگین جمهوری اسلامی فعالیت‌های ساخت بمب اتمی رو کرده ولی قادر نیست. و ما یواش یواش داریم به این نتیجه میرسیم که غرب منظور دیگری داره از این فعالیت‌ها. اون چیه؟ نمیدونم. میدونم البته، ولی نمیتونم چه این اگر این حرفا رو مطرح بکنم باعث سرخوردگی میشه یا نمیشه. آخه این چه نمیشه که شما یه روز میای میگین فعالیت های اینا اینطوریه، یه روز دیگه یکی تو میاد میگی نه خیر آقا اینا 4-5 سال شاید 10 سال فاصله دارن تا ساخت بمب اتمی. یه روز میای میگید آقا اینا فعالیت های اتمیشون به نتیجه رسیده، در پارچین حتی امتحان نمیدونم انفجاری کردن. یه روز دیگه میای میگین آقا اینا هرگز به دور این مسائل نچرخیدن. آقا تکلیف ما را معلوم کنید. ما که میدونیم هست این فعالیت ها، ما میدونیم که جمهوری اسلامی دنبال این مسئله است که به عنوان یک قدرت برتر در منطقه بمب اتم داشته باشه تا بتوانه از این آتو در مذاکراتش استفاده بکنه.
منتها جمهوری اسلامی فکر نمی کرد ابعاد تحریم ها تا این حد بتونه کمرش رو خورد کنه. ولی این غرب هم ما رو مستصل کرده، ما نمیدونیم اینا چی میگن. من ده ها ایمیل دارم از داخل میهنمون که بسیاری از این دانشجوی ها روشن فکر ها می نویستن که آقا ما نمی فهمیم غرب چی میگه. آقا اگر فعالیت بگین، اسنادتون رو رو کنین، اگر نیست پچه یه روز میگید هست، یه روز میگید نیست، یه روز میگین فاصله دارن، یه روز میگین فاصله ندارن. و همین این باعث میشه که جمهوری اسلامی سبعتر و وحشیانه تر به مردم میهن ما فشار بیاره. الان زیر میزی آقای حسن روحانی رو با لباس شخصی، حتما کراوات هم زده، رفته وین. از این بر آقای ولایتی رو فرستادن در واشنگتن مذاکرات کرده. آقای حسین موسویان در اینجا در دانشگاه پرینستون به عنوان استاد میهمان یا جوانی رو آوردین، ایشون خط میده به غرب و مذاکرات. شما عقب نشستید در برابر جمهوری اسلامی، گفتید بله مذاکرات بعدی بغداد. بریم ببینید جمهوری اسلامی چی نوشته تو روزنامه‌اش. و این رو به عنوان یک پیروزی برای جمهوری اسلامی داره قلمداد میکنه. جمهوری اسلامی این فشارهایی که بهش وارد آورده و کمر شکنه، نمیتونه نفت بفروشه، نمیتونه پول نفت رو دریافت بکنه، نمیتونه حتی برای احتیاجات اولیه مردم مثل شکر، چای، نمیدونم گندم پول بپردازه، چون فعالیت‌های بانکاشو جلوشو گرفتن. ولی جمهوری اسلامی هرگز، خب اگر فعالیت اتمی نداره، اگر فاصله داره با فعالیت‌های اتمی به قول فرمانده ارتش اسرائیل، خب این چه آزاریه؟ پس توجهتون رو بذارید رو مسئله حقوق بشر. همه یه توجه شما رفته رو مسائل اتمی. آقای شیمون پرز، آقای نتانیاهو هفته گذشته اعلام کرد که کاری که احمدی نژاد و جمهوری اسلامی دارن میکنن قابل قیاس با هولوکاست. آقای شیمون پرز امروز گفته نخیر، این دوتا اصلا قابل مقایسه با هم نیست. فرمانده ارتش اسرائیل میگه که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای نیست. یه سناتور جمهوری خواه میگه شاید آمریکا مجبور بشه به ایران حمله کنه. آقای اوباما و اطرافیانش میگن گزینه نظامی روی میزه. اینو دولت انگلیس هم میگه. کشورهای اتحادیه اروپا مخالفن، چون افکار عمومی توی اروپا مخالف این جریانات جنگه. در مورد عراق هم همینطور بود. ولی این وسط یه ملتی هست به اسم ملت ایران که درگیر با یک حکومت وحشی عقب افتاده از عهد حجر، دست میبره، پا میبره، سنگسار میکنه. اونم ملت متمدنی رو مثل ملت ما رو. میلیون ها ایرانی نشون دادن که مردم ما در چه زمینه هایی میتونن پیشرفت بکنن و چقدر میتونن فعال بشن. هزاران نفر از مردم ایران هم مبارزه مدنی میکنن و هم مبارزه علمی با این رژیم، ولی هیچ کس یادش نیست. بریم ببینی زندان ها چه خبره. و اینا به این نتیجه رسیدن که غرب هیچ کاری نمیتونه باشون بکنه. این تحریم ها فقط به خاطر مسائل اتمیه و جمهوری اسلامی تصمیم گرفته اونقدر این مسئله رو بپیچونه تا در نهایت در مذاکرات که انجام میده، وقتی که عقب نشینی میکنه و مسائل اتمی رو این وسط لوس میشه، روابط خوب میشه، دیگه مسئله حقوق بشر برای همیشه باید مسکوت بمونه. این اظهار نظر بیشتر مردم ایران. میتونید شما ببینید در سایت های مختلف چه موافق و چه مخالف. الان یه گزارش اومده ایران احتمالاً پروتکل الحاقی را میپذیرد. جمهوری اسلامی داره اینه میگه، آقای صالحی میگه، احمدی نژاد میگه، نمیدونم خیلی هاشون گفتن که درسته ما این چیزها رو داریم یه مقداری راجع بهش صحبت میکنیم از موضع قدرت، ولی بلافاصله بعد از این مذاکرات غرب باید تحریم ها رو برداره. از این ور غرب
میگه تحریم ها رو اینجوری نمیشه برداشت. تحریم ها رو برای اینکه برداریم ما تشریفاتی رو باید طی کنیم، شاید یکی دو سه سال طول بکشه، همین هم هست. اما ما موندیم واقعا این وسط. بالاخره اینا میخوان چیکار کنن؟ آیا مذاکرات در ترکیه به نتیجه رسید که میخوان اعدامش رو در بغداد بدن؟ هر دو طرف قضیه بسیار اظهار خوشبختی کردن، خوشخوشانشون شده، اما هیچ کس اطلاعات واقعی نمیده. مردم ما در بیخبری هستن. جمهوری اسلامی که به کلی نمیده، غرب هم هیچی نمیگه. ما نمیفهمیم این مذاکرات چگونه شده. خدمت شما عرض کنم که یه نامه هست، من نمیدونم آقای سامان این تونستی آقای بله خاطرتون هست که آقای قدیانی یکی از ملی مذهبی ها که به این قانون اساسی این جمهوری اسلامی اعتقاد داشت، مثل طرفدارای آقای بازرگان دیگه، ایشون هم از اونا بود، ملی مذهبیه. در گذشته، در رژیم گذشتن چند سال زندان بوده، در این رژیم به قول خودش فعالیت کرده، در انقلاب شرکت داشته و حالا جزء منتقدین این رژیمه. ایشون یه نامه سرگشاده نوشت به آقای رئیس روزخانه و در اون نامه افشاید چند روز آمده بود بهش مرخصی داده بودن. اینا میدونی که بازیشون چیه؟ آدم ها رو میگیرن، شکنجه میدن، تحت شدیدترین شرایط قرار میدن، بعد چند روز اینا رو آزاد میکنن که اینا بیان فضای بیرون رو بعد از اون فشارهای وحشتناک ببینن و تحت تاثیر قرار بگیرن و دهانشون رو ببندن، دیگه راجع به سیاست صحبت نکنن. خیلی ها این کار کردن، با خیلی ها این کار کردن و بعضی وقتا موفق بودن. خب انسان دیگه وقتی که زیر شدیدترین فشارهای حیوانی قرار میگیره از یه رژیمی که اصلا براش هیچ چیزی مطرح نیست. یه دوستی دارم مذهبیه، از مسلمانان معتقده. دیشب من در برنامه شبم راجع به امام حسین و این که اینا تمام فعالیتاشون رو حسینی میدونن، اعتقاد به امام حسین، و در زمان رژیم گذشتم هم میگفتن یزید زمان شاهه و خودشون از طرفداران امام حسین میدونن. گفت به من آقای فرج این موضوع رو عنوان کن که امام حسین به دلیل اینکه در کربلا با یزید بیعت نکرد و رأی نداد به او، آمد در برابر یزید ایستاد و یزید میگه باید به من رأی بدی و امام حسین نداد. اگر اینا اعتقاد مذهبی دارن، در برابر یزید ایستاد. بنابراین اینا یزیدن که در برابر رأی مردم ایستادن و مردم دیگه بهشون نگفتن، دیگه شرکت نکردن. حالا این آقای قدیانی یه نامه نوشت به رئیس روزخانه که آقا تمام این مشکلات مملکت ما در اثر سیاست‌های غلطیست که تو به وجود آوردی و یه عده اراذل و اینا رو من میگم، یه عده کسانی رو مجیزگو دورور خودت آوردی که اینها باعث بدبختی مردم ما شدن و این فشارهایی که به مردم آوردی در نتیجه یک عده آدمایی که دزدن، یه عده آدمای مجیزگو دور بر تو جمع شدن و تو شدی سلطان، پادشاه شدی اون بالا، سلطان جابر. حالا ایشون رو دوباره خواستن بردن در زندان. از در زندان گفت من به دادگاه نمیرم، دوباره یه پرونده درست کردن. حالا بردنش که گفتن آقا بیا بریم، میخوام بریم بهداری، به هوای بهداری بردنش زندان. در زندان به رئیس دادگاه، در دادگاهی که تشکیل دادن، گفته آقا شما رو من قبول ندارم، دادگاهتونم قبول ندارم، رهبرتونم قبول ندارم، و اصرار کرده که الان متاسفانه چون وقت ندارم، آقای اردشیر روی خط هستن، امیدوارم که بتوانم این صحبتهایی که ایشون کرده، خلاصش اینه که گفته این دادگاه غیر قانونی است، شما هم غیر قانونی هستید و قانون شکن هستید و با برگزاری این دادگاه مرتکب فعل مجرمانه شدی و مطمئن باش روزی به همین جهت محاکمه خواهی شد. بزرگترین مبلغ علیه جمهوری اسلامی آقای خامنه ای است، هم ایشان که در شهر قم مردم ایران را میکروب دانست،
اوست که با عملکرد خود بزرگترین ضربه را به نظام وارد کرده، اوست که کشور را ویران کرده و در دوران رهبری و مدیریتش دزدی 3,000 میلیارد تومانی رخ داده. اما به جای پذیرش اشتباهش در حمایت از دولت مستقر، از معترضین دزدی 3,000 میلیاردی میخواهد که قضیه را کش ندن. و الاخر حالا گفتگو میکنم با آقای حسن زارزاده اردشیر، دانشجوی فعالی که همه شما به فعالیتاش آشنا هستید. آقای اردشیر درود بر شما. آقای اردشیر صدای منو میشنوید؟ درود بر شما و درود بر هموطنان گرامی. آقای اردشیر بلندتر صحبت کنید، من صداتون نمیشنوم. من در خدمت شما هستم آقای فرجی، اگر صدای من میاد. بله الان صداتون خوب میاد. آقای اردشیر بفرمایید چه خبر؟ من چون وارد نیستم الان چه اتفاقایی تو محافل دانشجویی افتاده. من تمام این هفته بحثم راجع به این مسائل این اتمی بود که اینا همینطور هی میگن، بالاخره ایشون الانم گفتم در بحثم، ما نفهمیدیم بالاخره ایران داره فعالیت‌های اتمی نظامی میکنه یا نه. بفرمایید شما در مورد فعالیت‌های دانشجویی، زندانیای دانشجویی، نمیدونم اتفاقاتی که در این حدود افتاده، چون من با شما قبلا صحبت نکردم، نمیدونم چه چیزایی از اولویت برخورداره الان در گفتگوی شما. خواهش می‌کنم. در مورد زندان صحبت کردید، رسول بداغی شعری، یک پیامی در قالب شعر فرستاده: باز هم دیوار زندان آمدند، پر از هیاهو، پر از شکوه، زبانهایشان پر از آزادی و برابری و مهر، مغزهایشان غرق احساسات، رفتارها با گفتار بیگانه، پروانه های ایمان و آشتی و گذشت، بر بام لبهایشان پرس زنان، پنجره ها پر از فریاد آشتی و سازش و بخشندگی، جیبها و دستهاشان تهی، سرهاشان پر از سودا، بالهاشان گرم پرواز به سرزمین‌های بیهودگی. اما چه زود دریافتند که نه نه، خشمگنانه دست‌ها را به ریسمان مهر، چشم‌ها پر از برق سیلی و خشم، لب‌ها را با برق دروغ بستند و دوختند. و ادامه داره البته این پیام در قالب شعر. رسول بداغی میدونید که آقای فرجی از معلمان پرتلاش و انسان دوست در ایران است که به خاطر دفاع از حقوق همسنفان خودش به زندان افتاده و چند روز دیگه سالگرد، در واقع سال روز معلمه چند روز دیگه، و به بهانه روز معلم در واقع این پیام رو در قالب شعر و در گرامی داشت روز معلم منتشر کرده. و خیلی متاسف هستم که معلمی که نه هیچ فعالیت سیاسی کرده و نه کار مجرمانه انجام داده، تنها دفاع کرده از حقوق معلمان و کارگران و همسنفان خودش، امروز باید در زندان باشه. این است مملکت ما، کشور ما، که این چنین به کسانی که خدمتگزار مردم هستند و برای مردم تلاش میکنند پاداش میدن. ولی در این ور مرز هستند انسانهایی که قدردان این افرادی که در جامعه ما فریاد میکشند، فعالیت میکنند و در زندان هستند رو میدونند، مثل نسرین ستوده که مجدداً نامزد دریافت جایزه معتبر دیگری شده. که خانم ستوده قبلا هم چندین جایزه رو دریافت کرده به خاطر فعالیت‌های انسان دوستانه، به خاطر دفاع از حقوق زندانیان، و به همراه چند نفر دیگری در امسال نامزد بنیاد نامزد دریافت جایزه بنیاد مارتین آناز شده، که خب یک نهاد خیلی معتبری هست، یک جایزه خیلی معتبری هست. و قبلا هم به تعداد ایرانی مثل آقای عمادالدین باقی در سال 2009 این جایزه
داده شده. هفته گذشته هم یک جایزه به خانم بهاره هدایت دانشجوی دربند اعطا شد که از طرف یک نهادی در سوئد. یعنی در جامعه ما این چنین برخورد میشه، در این سوی مرز هم این چنین برخورد میشه. شما تفاوت ها رو ببینید که چقدر به کسانی که در جامعه ما فعالیت های درخشان و قابل توجهی دارن پاداش میده جمهوری اسلامی، و این چنین میکنه که در واقع باعث میشه که عمر خودش کوتاه بشه، چون فکر میکنه که با سرکوب و شکنجه و بگیر و ببند و فشار بر کسانی که در زندان زیر شکنجه هستن میتونه جلوی فعالیت های انسان دوستانه رو بگیره. بلکه این سه دهه باعث شده که امروز اکثریت جامعه ایران در برابر جمهوری اسلامی سفارایی بکنن و در کوچه بازار، در تاکسی، در ماشین ها، در اتوبوس ها بحث های سیاسی، حرف های علیه رژیم به اوج خودش رسیده و اینا فکر میکنن که میتونن با خاموش کردن صدای منتقد، مخالف یا یک هنرمند، یک فعال حقوق بشر، یک دانشجو در واقع بقای خودشون رو دوام ببخشن. ولی اینطور نخواهد بود، چون در این چند سال گذشته ما دیدیم که چقدر جمهوری اسلامی ضعیف شده و این به همت ما برمیگرده که این پروسه رو کوتاه بکنیم، تلاشمون رو بیشتر بکنیم، عمر اینا کمتره و الا اینا رفتنی هستن، در اون شکیم. و چند تا مطلب رو هم به صورت کوتاه عرض بکنم که آقای حسین طاهری پس از 50 روز انفرادی آزاد شد. خانم نرگس محمدی میدونیم که فعال حقوق بشر چند روز پیش تاسفانه بار دیگر دستگیر شده و فعالان حقوق بشر دستگیری او رو محکوم کردن. عرض میکنم که خانم مهسا مهدیزاده که از فعالان مدنی هستند در آذربایجان به 1 سال زندان محکوم شدن. 2 تن از شهروندان سنندجی به زندان محکوم شدن که متاسفانه در این منطقه، یعنی در سنندج، همچنان این برخوردها وجود داره و به یک رویه عادی داره تبدیل میشه. برای اینکه چند روز پیش هم اگر یادتون باشه عرض کردم که در همون محدوده به 2 نفر حمله کردن و بازداشت کردن و 2 شهروند رو الان رحمان صبحانی و واحد دوستی به زندان محکوم شدن و مرتب نهادهای امنیتی به دنبال بهانه می‌گردن که در این منطقه فعالین مدنی و سیاسی و حقوق بشری رو بازداشت بکنن و به شدت حساس هستن به هر گونه فعالیت در این منطقه. البته همه جا تقریبا همینجوری شده، در آذربایجان، در سیستان و بلوچستان، و سعی میکنن که به نوعی یک فضای امنیتی خاصی در این مناطق به وجود بیارن، چون واهمه اینا الان از شهرستان ها و به خصوص مناطق مرزی بسیار بسیار زیاد شده نسبت به گذشته و میبینیم که همواره در این مناطق همیشه یک سری فعالیت‌های سیاسی، اعتراضات هم صورت میگیره. به خصوص در دانشگاه‌های کردستان و آذربایجان همیشه ما میبینیم که یک برنامه هست، یک حرکت اعتراضی هست، دانشجویان همیشه فعال هستند و هر چقدر هم که احضار میکنن به کمیته انضباطی، به حراست، به وزارت اطلاعات، به دادگاه انقلاب، ولی باز هم این فعالیت های دانشجوی ادامه داره و اینا نتونستن که در واقع جلوی این تحرکات در واقع جوان ها رو بگیرن. از زندان رجای شهر هم اخباری رسیده تو این چند روز که یه سختگیری های در اونجا حاکم شده. متاسفانه باز فشار به بند سیاسی که همون بند ویژه امنیتی هست در زندان رجای شهر، سالن 12، که یک عده جاسوس رو رژیم در اونجا گذاشته که بر علیه زندانیان سیاسی کار بکنن و مرتب گزارش بدن، و بر اساس گزارش های اونها هم الان سختگیری در سالن 12 زیاد شده، جلوی مرخصی تعدادی از زندانیانی که مریض هستن گرفته شده
با اینکه حکم انتقال چند زندانی سیاسی به بیمارستان داده شده بود، ولی نهادهای امنیتی و زندان این اجازه رو نمیدن، با اینکه این برگه انتقالشون صادر شده. و این باعث میشه که این افرادی که مریض هستن که در بلا تکلیفی بیشتر اذیت بشن، یعنی با این کار دارن از نظر روانی این افراد رو شکنجه میکنن که ما برگه رفتن شما به بیمارستان رو صادر کردیم، ولی از یه طرفی هم جلوش رو میگیرن که در واقع فشار مضاعف بیارن با این بازی روانی. و این هم متاسفانه در یک جاهایی مثل جمهوری اسلامی این اتفاقات میفته که انسانیت لکه‌دار شده و حقوق بشر معنای خودش رو از دست داده. و من هر هفته و هر بار متاسفانه میبینم که این زندانیا که بیمار هستن همین مشکلات رو دارن. آقای تبرزدی هم که در چند روز پیش خبرش رو منتشر کردیم دچار بیماری قلبی و کلیه هست و پسر ایشون که در ملاقات صحبت میکردن متوجه شدن، چون ما چندین بار پرسجو کردیم که اگر مسئله دارن ما منتشر کنیم، خبرش رو بنویسیم، فشار به مقامات جمهوری اسلامی بیاریم، بلکه یه مقداری این فشارهای خبری باعث بشه ایشون رو ببرن دکتر. و ایشون چیزی نمیگفت، ولی خب به هر حال که پسرشون این خبر رو به ما داد منتشر کردیم و به شدت نگران هستیم نسبت به وضعیت ایشون، چون هم مرخصی نمیدن، همین که نمیذارن به دکتر بره ایشون. و خب به هر حال هولوش 50 سالشونه و تو این شرایط سالها زندان، خب وضعیت طاقت فرساییه و از طرفی هم درد خانواده رو میکشن علاوه بر زندان. برای خانواده چند نفره بدون سرپرست هم به سختی گذران میکنن. و خب هر بار که در ملاقات با خانواده صحبت میکنه سعی میکنه که به نوعی به روی خودش نیاره این مشکلات رو، ولی به هر حال واقعیت رو باید قبول کرد، این مشکلات وجود داره و تواضع و فروتنی هم به هر حال کار دست این زندانیان خواهد داشت. آقای اردشیر خیلی سپاسگزارم، من متاسفانه وقتم خیلی تنگه، سپاس از شما که این اطلاعات رو در اختیار عمیانان ما قرار دادید. تو هفته دیگه که باز با هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از شما. تشکر میکنم آقای فرجی. خب عمیانان گرامی، گفتگو میکنم با آقای دکتر مسعود نقره‌کار، دوست بسیار گرامی، محقق و فعال سیاسی. دکتر نقره‌کار عزیز درود بر شما. درود بر شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. دکتر نقره‌کار، الان مدت هاست که شما سلسله مقالاتی تو این سایت های خارج از کشور منتشر میکنی در مورد مسائل زندان های ایران که گویا یک مأمور سابق قوه قضاییه این اطلاعات بسیار جالب رو در اختیار، جالب از نظر این اعمال وحشیانه رژیم، در اختیار شما گذاشته و شما این مقالات رو با اون قلم شیوای خودتون در سایت های ایرانی مقیم خارج به اصطلاح در خارج منعکس میکنید. من میخوام ببینم بازتاب این نوشته های شما چگونه بوده، چه موافق و چه مخالف. بسیار عرض حضورتون که میدونید این فرد، من خیلی مختصر بگم، از کارمندان و کارکنان قوه قضاییه در دوره رژیم پهلوی بوده که چون آدم به هر حال مذهبی و متدینی بوده در مقطع انقلاب توسط آیت الله بهشتی و آیت الله دستقید به زندان ها میرن و از سوی اونها میخوان که ایشون وظیفه‌شو در بخش زندان ها انجام بده. ایشون سمتشون دادیار بودند، نماینده حاکم شهر بودند، عضو کمیسیون و بخشودگی بودند و علاوه بر زندان در جبهه هم بسیار فعال بودند. این گزارش ها که تهیه میشه و این روایت ها در سه حوزه فی الواقع تهیه میشه و روش کار میشه، تقسیم بندی که من کردم، یکی مشاهدات و تجارب ایشون در رابطه با زندان ها و جنایت هایی که ایشون خودش شاهد بوده، یکی در رابطه با حوزه جبهه و آنچه که در جبهه جنگیدن، و یکی هم گزارش هایی که در رابطه با مسائل روز هست.
به خاطر ارتباطی که ایشون دارن با به هر حال بخش های نظامی امنیتی اطلاعاتی و همینطور روحانیت، یک سری اطلاعات روز هم به هر حال ایشون گاهی به دست میارن که اونها رو هم من در اختیار من میذاره و منتشر میشه. این گزارش ها هم که میدونید در سایت گویا هر هفته انتشار پیدا میکنه و همینطور سایت عصر نو، متأ سایت های و تارنامه های مختلفی دیگه فی الواقع استفاده میکنن. این روایت ها و گزارش ها بازتاب بسیار گسترده ای داشته. بدون اغراق این رو به لحاظ آماری من دیدم میگم ده ها هزار نفر این گزارش ها رو در تارنامه های اینترنتی در همین سایت هایی که گفتم میبینن. من در سایت بالاترین خودم نگاه کردم که در یکی از این گزارش ها بیش از 5000 تا کلیک خورده بود، یعنی در واقع خواننده داشته. همینطور در رادیو تلویزیون ها برخی ها این گزارش ها رو میخونن، روخونی میکنن، در برخی نشریات منتشر شده و تا به حال هم چندین محفل حقوق بشری با خود من تماس گرفتن که شرایطی پیش بیاد که من و این شاهد جنایت ها بتونیم در واقع حضور پیدا کنیم و اونا با ما گفتگو بکنن. بنابراین بازتابش در این رابطه بسیار گسترده بوده. ایمیل هایی که من دریافت میکنم و یا حتی سوال هایی که از ایشون از طریق طرق مختلف مطرح میشه نشون میده که با ابعاد این گستردگی بازتاب رو نشون میده. از ایران هم به هر حال خبرهایی هست که اونجا هم این گزارش های ایشون به هر حال مطرح هستش، به ویژه در محافل اطلاعاتی و امنیتی. و خب تو این رابطه خدا عاقبت بنده رو بخیر کنه چون راوی جاش امنه. در هر حال این که چرا این گزارش ها اینقدر در واقع بازتاب گسترده ای داشته به این دلیل هست که برای نخستین بار هست که این فرد از جنایت ها و مسائلی صحبت میکنه یا جنایت هایی رو پیش روی ما قرار میده که تا به حال فی الواقع مطرح نشده بود. من همینجا اشاره بکنم، ببینید تا به حال در رابطه با زندان ها و جنایت هایی که حکومت اسلامی در زندان ها مرتکب شده، ما در واقع روایت های و یا گزارش های زندانیان رو داشتیم. غالبا میدونید که نزدیک به 70-80 کتاب حدوداً، شاید هم بیشتر، در خارج کشور منتشر شده که اینها خاطرات زندانیان سیاسی از زندانهای حکومت اسلامی. علاوه بر این تعداد کتاب، مقاله های بسیار، فیلم ها و گفتگوهای به هر حال ویدیویی بسیار در رابطه با این مسئله زندان ها عنوان شده، مطرح شده. اما از اون سوی ماجرا، یعنی کسانی که عوامر و عوامل بودن و یا در هر حال در اون رابطه ها نقشی داشتن، ما داده ها و اطلاعات بسیار کمی داشتیم و من فکر میکنم به تعداد انگشت شمار. حتما اطلاع دارید کتابی قبلا منتشر شده بود، خاطرات حسین بروجردی تحت عنوان پشت پرده های انقلاب که بهرام چوبینه زحمت چی کشیده بود، گردآوری کرده بود و حسین بروجردی به عنوان یکی از کسایی که به هر حال در بسیاری از جنایت های حکومت از همون مقطع انقلاب دست داشته خاطراتشو میگه و خب بالاخره خب پشیمان شده بوده و به همین خاطر خاطراتشو در اختیار بهرام چوبینه میداره که منتشر میشه. یا میدونید فردی به نام سرمست اخلاق تابنده خاطراتشو منتشر میکنه که اون در واقع راننده لودری بوده که گورهای دست جمعی رو حفر میکرده و جنازه ها رو دفن میکرده، که البته در گزارش های این دوست ما هم وجود داره و این فرد رو میشناسه و تایید میکنه گزارش ایشون در قسمت اعظم اون گزارش ها رو. یا آنچه که اون محمد رضا مدحی و یا یکی دو نمونه دیگر از آن طرف در رابطه با جنایت های حکومت اسلامی عنوان کردن، اونتا گزارش هایی که ایشون میده با موقعیتی که ایشون داشته و
عرصه های متفاوتی که ایشون کار میکرده بسیار گزارش های ارزشمند و تکان دهنده ای هستند که به گمان من برای همونطوری که گفتم نخستین بار هست این جنایت های خونناک و اینا به این شکل برملا میشه. آقای نقره‌کار ببخشید دکتر نقره‌کار، من میخوام ببینم که این مخالفینی که مخالف این صحبت های ایشون هستن و این افشاگری هستن دلیلشون چیه؟ چه دلیلی دارن بر رد نظرات ایشون؟ ببینید برخی از دوستان به ویژه دوستانی که زندانی سیاسی بودن در رژیم جمهوری اسلامی، اینها به هر حال نظرشون ابتدای این بود که گفته‌هایی که ایشون مطرح میکنه اغراق‌آمیز هستش، حتی یکی دو تا از این دوستان عنوان کردن ایشون دروغ میگه و به نوعی کذاب هستن، و بسیاری از دوستان دیگه و محافل که این دوستان دارن در واقع زندانیان سیاسی رژیم گذشته در قبال این گزارش ها یا سکوت کردن و یا چنین نظراتی رو مطرح کردن. خب به گمان خود من میتواند، میدونید که برخی از این گزارش ها یا گزارش هایی که این تیپ آدم ها میدن گاهی همراه با اغراق و اینا باشه، به خاطر به هر حال کینه ای که نسبت به حکومت ممکنه پیدا کرده باشن در رابطه با رفتاری که باهاشون شده، ولی نمیشه تمام این گزارش ها رو کذب و دروغ خواند. دلیل هم این هست، البته خود این فرد در واقع پاسخ اون دوستان رو در یکی از همین نوشته ها داده که اگر دوستان این نوشته ها رو دنبال بکنن میبینن. آنچه که این فرد مطرح میکنه در واقع میگوید که زندانیان سیاسی یک بخشی از آنچه که میتوانستن ببینن مطرح کردن، یعنی دانسته ها و تجارب اونها محدود هست به حدودی که یک زندانی میتونه، اونم زندانی که خب در حدی است که زندانی آزاد شده هست ببینه. اون چی که ایشون میگه من تر میکنم اصلا چیزیست که زندانی ها نمیتوانستن اینها رو ببینن. معمولا شکنجه ها و وضعیتی که ایشون تر میکنه میگه در مورد زندانیانی اعمال میشد که بازجو و شکنجهگر میتونست این میدونست که این زندانی ها اعدام خواهند شد، بنابراین شنیدترین و بدترین رفتار رو چه به شکل شکنجه چه تجاوز و اشکال دیگر رو میگه در مورد اونها روا میداشتن و انجام میدادن. میگفت اونجا دیگه من شاهد بودم، ما شاهد بودیم. بنابراین زندانیانی که میگوین آنچه که من دارم میگم اغراقه و کذبه، خب نادرسته، چون اصلا اینا اون حدود رو نمیتونستن ببینن. یا در مورد مجموعه گزارش هایی که داده میشه، به هر حال یک مقداری اون دوستان ناباورانه و با نوعی بی‌اعتمادی به این گزارش ها نگاه میکنن که به گمان من هم ابتدا این وضعیت رو داشتم، ولی الان بعد از شاید 50 ساعت 60 ساعت گفتگو با این دوست به این نتیجه رسیدم که تا حدودی اعتماد منو به گفته هاش جلب شده و تلاش میکنه که آنچه را که مشاهده کرده و شاهد بوده مطرح میکنه. من فکر میکنم به تدریج هم دوستانی که اون انتقادها را ابتدا داشتن شاید به این برسن که این فرد تلاش میکنه به اونجا رسیده. خب فردیست به هر حال مسن هست، بیمار هست، میدونید در جنگ شیمیایی شده و الان از بیماری ریوی رنج میبره، به هر حال به اون حدی رسیده که میخواد مشاهده و دانسته‌های خودش رو اعلام بکنه، و به راستی به گمان من این مشاهدات ارزش تاریخی، سیاسی، آموزشی و اخلاقی مهمی داره و خب ما باید سعی بکنیم ضمن حفظ اون بتونیم هرچه بیشتر اینها رو در سطوح مختلفی بازتاب بدیم، کمایی که الان برخی از اینها هم به انگلیسی داره ترجمه میشه که ما بتونیم به محافل حقوق بشری اینها رو دکتر نقره‌کار. من بیشتر از دو دقیقه فرصت ندارم، فقط خواستم این سوال بکنم، آیا در ارتباط با این افشاگری هایی که ایشون کرده شما آقای احمد شهید هم در جریان گذاشتی؟ متاسفانه نه، ولی حتما این کار رو خواهم کرد و در فکرش بودم که این کار رو انجام بدم، برای اینکه من هرچی بیشتر ایشون این گزارش ها رو به من میده واقعا برای خود من که هم واقعا زندانی داشتم هم تو این رژیم
خب همسر خود من نزدیک 5 سال زندان بوده برای رژیم و هم به هر حال مطالعات وسیع داشتم، واقعا گزارشایی که ایشون گاینده برای خود من بسیار تکان دهنده است و گزارشای مستند و مستدل. یعنی ایشون مثلا میگه گورهای دست جمعی الان به ما آدرس میده کجا هستن، میدونی؟ اینه که به هر حال تلاش من این هست که اینها رو هرچی مستندتر و بتونم جمع جورتر در اختیار آقای احمد شهید و یا به هر حال محافل دیگه حقوق بشری قرار بدم. بسیار سپاسگزارم دکتر نارکار عزیز، تا هفته دیگه که باز با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. ممنونم من از شما، سپاسگزارم. خب همینان گرامی، به همینجا وقت برنامه به پایان رسیده. فقط یک آگاهی به خدمتون میدم، روز یک شنبه این هفته، یعنی چند روز دیگه، سه روز دیگه 29 آوریل ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کالکشن آقای مهندس بهرام مشیری راجع به شاهنامه صحبت میکنه. دوستانی که مایل هستن در این برنامه شرکت کنن از 4 تا 8 بعد از ظهر میتونن از 08 ایرانیان یا شماره 818 505 50 50 100 که تلویزیون ایرانیان مربوط به دوست گرامی آقای علی لیمونادی است تلفن بکنن و از برنامه آگاهی بیشتری پیدا کنن. سپاسگزارم که همینان گرامی به این برنامه توجه کردی. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.